قدرمن دوستانو نن به پیوډی مهم موضوع دی قدرمن سره خبرې کوو، دغه هم د ځوانانو رول دی په ټولنه کې. ځوانان کوم رول لري په ټولنه کې؟ ځوانانو مسؤلیتونه څه دي؟ همدارنګه ځوانانو ته کوم سهولتونه باید حکومت یا ټولنه برابر کړي چې تر څو هغه د ټولنې د پرمختګ سبب شي؟ او که چیرې دغه مهم او دغه اړین قشر ته چې ځوانان دي په ټولنه کې د توجه ونشي، کومې ستونزې به مونږ او تاسو ته راپېښې شي؟ په خبرونه کې راسره مېلمه د پوهنتون استاد ښاغلی دکتور محمد عارف نعیمزاد صاحب دی. ښه راغلاست وتئ. تاسو ښه راغلاست استاد، سهار مو بخیر. سلامت باشین. صبح شما، صبح همه امکان شما بخیر. سلامت باد، امیدوار هستم امروز خوب آغاز کرده باشید. ډیره مننه کوم. په ټوله کې استاد کدا سه پښتنه وکم چې خپل ځوان ویل کیږي چاته بیا ورسره د مسؤلیت ټوله نه کې هیڅ کوچ ټوله کې مسؤلیت څه دی؟ جوان بګردی سینی گفته میشه که بالاتر از چیز حدود 18 تا 40 در بر بگیره از نظر سینی و دقیقا از نظر وابستگی ها و از نظر تربیت یک مقدار آزادتر نسبت به کسایی که نوجوان گفته میشه یا کودک گفته میشه قرار دارن. دقیقا ما جوان به کسی میگیم که در شرف فراغت از مکتب است یا محصل است حداقل، و یا هم فرد از فراغت از پانتون مصروف کار و زندگی و اشتغال زایی است. دقیقا امروز در افغانستان وقتی ما میگیم جوان، یک بحث چالشی مطرح میشه، یک موردی که همیشه هم را با مشکلات است، هم را با یک نوع درگیری های اجتماعی است، آسایش است، رفاه خاطر است و مسائل معیشتی است که بیشتر برمیگرده به این که چگونه ما مثلا تمویل انجام بدیم، حمایت روحی روانی رو برای جوان انجام بدیم و چگونه جوان را آراسته به علم و دانش بکنیم. محدودیت هایی که مثلا بر جوان وضع میشه بازم گاهی باعث از این میشه که یک نوع فرار مغزا را در بین جوانان باعث شد تا افراد تحصیل کرده جوان متواری شد و از کشور پا به فرار بگذارن. مشکل اساسی و چالش اساسی فعلا در محیط افغانستان یک نوع بی‌سرنوشتی و یک نوع ابهام در ادامه تحصیل جوانان محصل است و همچنان برای کسایی که فارغ از پانتون هستند یک نوع ابهام در خصوص اشتغال زایی وجود داره، یعنی نرخ پایین اشتغال زایی و خود مسدود بودن پانتون ها و مدارس و مکاتب باعث ازی شده که یک نوع از نظر ذهنی درگیری ذهنی در بین جوانان ایجاد شد و جوانان به اندازه و مقدار دیدگاه منفی نسبت به اجتماع داشته باشه. ډیر مننه کوم. یو بحث چې دی مخکې ما هم یادونه ترې وکړه چې د ځوانانو په اړه باندې هغه دی ځینې وایي چې د ځوانانو مسؤلیتونه په ټولنه کې، یعنې ځوان مسؤلیت څه دی په ټولنه کې؟ زه اوس پوښتنه داسې کوم استاد، آیا په ټولنه کې د ځوان مسؤلیت ډیر اړین دی که نه؟ ځوان ټولنه مسؤلیت لري ځوانانو لپاره، یعنی مطلب مې دا دی چې خلک د ځوانانو لپاره باید کار وکړي که نه؟ ځوان ډیر مسؤلیتونه لري چې د خلکو لپاره کار وکړي. تقریبا هر دو بحث همیشه دنبال کرد و درست دانست، یعنی هم جامعه بالای جوان حق داره مسؤلیت های خود جوان ادا کنه و هم جوان در نزد جامعه مسئول است و مسئولیت هایی دارد. مسئولیت های اجتماعی جوان در واقع امو مرات اصل توازو هست، همکاری با کسایی که نیازمند کمک و استمداد هستند و فراگیری علم و دانش است. در حالی و البته در اگر بحث بسیار جدی دیگر هم مطرح بکنیم، یک بخش از مسئولیت جوان در جامعه اعاده نهی از منکر هم هست، یعنی میتونه به یک نحوی در جاهایی که خرافات است، در مواردی که بیشتر مسائل غیر اخلاقی رو مشاهده میکنن، میتونه که به عنوان کسی که نهی از منکر بکنن، نهی از منکر انجام بده. همچنان جامعه نزد جوان مسئول است. مسئول بودن جامعه است که در سطح خانواده، در سطح دولت و حکومت، حکومت میتونه میزان اشتغال زایی رو برای جوان فراهم بیاره. زمینه تحصیل رایگان بر اساس قانون رایج در افغانستان در دوره لیسانس و مکتب فراهم بیاره و همین قسم خانواده میتونه در خود تمویل مالی و روحی و حمایت روحی روانی جوان را کمک بکنه. ای از جمله مسئولیت های جامعه در قبال جوان است. جوان امروزی جوان دیروزی نیست، جوان امروزی جوان آراسته با علم و فناوری جدید است، دسترسی به دهکده جهانی یا اینترنت را داره، دیدگاه ها و باورهای متفاوت تر نسبت به دیروز داره. جوان امروز مثلا میتونه در حاشیه استفاده از فناوری ها
و اطلاعاتی که معمولا در فضای مجازی نشر میشه یک خود نقش کلیدی را در راستای ارائه اطلاعات، بازپخش اطلاعات و تجمیع اطلاعات برای بازخورد و در واقع تحکیم پایه‌های اجتماعی در جامعه داشته باشد. مشکل اساسی و چالش اساسی فعلا در این که چرا مثلا جامعه در قبال جوان مسئولیت نمیپذیره است که زیاد در جامعه ما نسبت به جوان دید آنچنانی که باید وجود داشته باشه نداره. یعنی جوان بسیار یک مقوله پیش پا افتاده تلقی میشه، سرمایه گذاری نمیشه در سیستم سیاسی و خود تصمیم‌گیری‌های بزرگ مشارکت آنچنانی داده نمیشه، یک نوع انزوا در جامعه ما از نظر خود مسئولیت جامعه و اجتماع در قبال جوانان مشهود و ملموس است. ډیر مننه کوم. یو څه چې موږ درک کړل په تیرو شلو کلونو کې، هغه دا و چې ډیری برخه که په حکومت کې هم ځوانانو ته وظیفه او دنده نه ورکول کېده، دوی ویل چې که یو څوک د پوهنتون هم فارغي بعد دوه کلنه یا درې کلنه تجربه ولري، بیا وروسته یو بحث ته کوئ چې امتحان ورکوي او هغه بحث کې شاید مقرر شي. د ځوانانو سره ډیری ستونزې همدغه و، حتی ځینو ځوانانو ته بیخي روحي تکلیف پیدا شوی و. ځینو ځوانانو تاسو وکتل چې خپل تحصیلي اسناد ته یې ورواچو وویستل چې زه تجربه زه کومه کوم، هلته ما پوهنتون وویل زه تجربه له کومه کوم. یوه مسله دا وه. دوه مسله دا وه، کله مثال چې په تېرو حکومت کې یو که څه هم سلو کې تقریبا یو دېرش فیصده څلوېښت فیصده ځوانانو ته وخت ورکول شو، بیا هغه کسان چې په دندو ګمارل شوي وو، مثال هغه کسان چې پسلا یو د دوی عمرونه ډیر دي په دندو ګمارل شي، په دندو کې پاتې دي کنه، لبخانه ډیر وخت کار کړی دی، هغه کسان یو قسم رخه او یو قسم حسد او یو قسم بخیلي ورسره کوله. موږ لیدلي وو ډیر مثالونه، مثال یو ځوان چې نوې دنده ته دولتي هلته یو مشر مدیر دی، یو مشر امیر دی، هغه نه پرېږدي چې دغه ځوان پرمختګ وکړي. سره د دې چې هغه ځوان وړتیا لري، خو پرمختګ ته یې نه پرېږدي، هغه ستونزې ورته جلوي، په اصطلاح یو قسم بخیلي ورته کوي. یا په اصطلاح که تاسو به اورېدلي وي، څه موده مخکې داودزي هم اشاره وکړه د پخواني حکومت کوم مشاور و دی چې تېر حکومت ځوانانو ته نه ماشومانو ته سپارل شوی و. دغه خبرې څومره د ځوانانو په روحیه باندې منفي اغېزې کوي؟ دقیقا، یعنی اثر منفی داشت و منفی داره در بالای روح جوانان. در 20 سال گذشته ما شعار جوانسازی را دیده بودیم در ادارات، در حکومت همچنان که از جوانان ظاهرا حمایت میشد، ولی یک میزان قابل ملاحظه محدودیت ها آماده شده بود که از جمله یکیش تجربه کاری دو ساله و پنج ساله بود و یک نوع به اصطلاح ردیف بندی و دسته بندی سندهای فراغت هم بود. مثلا شما اگر فولبرایتر می بودین، یعنی فارغ بورس فولبرایت می بودین، زودتر جذب می شدین تا کسایی که مثلا از کشورهای بلاک شرق مثل ژاپن و ایران و پاکستان هم سال هم سند فراغت داشتن. یک مورد. در مورد دیگه ای که زیاد در استخدام جوانان هم شفافیت وجود نداشت. اگر ما میگیم که ما کمیسیون اصلاحات اداری داشتیم، ظاهرا ما کمیسیون خوبی داشتیم، ولی در رده های پایین بازم می دیدیم که یک نوع سمپاتی، یک نوع رفاقت، یک نوع خیشخوری و خیشی در استخدام افراد مشهود و ملموس بود. بعضا در استخدام جوان هم باز یک مشکل چالش دیگر هم در پیش را می گذاشتن، خصوصا در پوست های کلیدی ریاست ها و معینیت ها که یک مقدار پول به عنوان مثلا زیرمیزی یا رشوه همسال هم تبادل می شد. یک چالش کلان هم در 20 سال گذشته دنبال روی جوان در قبال رهبرایی که در دولت به نحو مرتبط بودن و ربط داشتن بود که مثلا اگر او جوان دنبال روی یکی از رهبران نمی بود، امکان نداشت در سطح معینیت و وزارت و ریاست عمومی او اشتغال زایی کنه و کار بکنه و استخدام شوه. چالش های کلیدی ما در 20 سال گذشته داشتیم. همچنان که چالش عمده بر سر راه جوان در 20 سال گذشته یک نوع تبعیض سنی هم بود، یعنی در رده های بالاتر افرادی که خیلی مسن بودن قرار داشتن و زیاد هم بر ارزش کاری خود جوان و نیروی متخصص جوان بها قائل نبودن، بیشتر تضاد منافع وجود داشت و این باعث دلخوری و یک نوع سردرگمی و ابهام نزد جوانانی که متخصص بودن میشد. گاه و ناگاه هم سر و صداهای در رسانه ها بلند میشد، ولی کسی برای پیگیری از او وقع نمیگذاشت و اهمیت نمیداد، گرچه ما معینیت جوانان داشتیم در او دوره که ظاهرا روی استراتژی و پالیسی های کمی کار میکرد، ولی هنوز چنان گستره خود از او و تطبیق از او استراتژی ها مفید و مثمر نبود که بتانه برای
چالش هایی که در سطح ادارات وجود داره، در سطح استخدام وجود داره، یا در سطح کمیسیون اصلاحات اداری وجود داره، برای چالش ها فائق بیه و یک نوع شفافیت واقعی را ایجاد بکنه. یک چالش کلان هم بازم در استخدام در او وقت یک نوع دیدگاه های بعضا طبعاً با سمپاتی و طبعاً با سمتگرایی و طبعاً با رفاقت خود شخصی افراد بود که دقیقاً شما نمونه هایش در اداره امور میبینین، در پروژه های وابسته به اداره امور قبلی میبینین و خود اصلاحات اداری میبینین. استخدام کسایی که در سطح ولایت کار میکردن، شهردارها، ولسوالها، رؤسای عمومی، اینا کار آسان نبود. این امتحان کتبی وجود داشت، امتحان شفاهی وجود داشت، مصاحبه وجود داشت و بعدا در آخر هم زد و بندهای مالی مطرح میشد که بعد از او باز فرد در رده بالایی استخدام میشد. ډیر مننه کوم. ډیر خو ټوک ته اشاره وکړه استاد. استاد یو مسله چې د غوړم چې په دې باندې پوښي افغانستان خلک اوس چې آی په افغانستان کې اوس محل د ځوانانو په اصطلاح ورتیا یا د ځوانانو هغه تر نورو ډیر کار کول چې هغه ورتیا ځوانان لري اوس هم دغه ورتیا ته د ځوانانو په افغانستان کې د قدر په سرګه کتل کیږي او کنه یا په ټوله کې کدا سویم هغه کسان چې اوس په دندو دي مثال عمرونه ډیر دي دوی دا باور لري چې ځوانان باید دغه مسؤلیتونو تر عهده باندې ووزي. متاسفانه حتی هنوز ای دیدگاه وجود نداره و ای یک کار رسانی و فرهنگی را نیاز داره، یعنی یک آگاهی دهی لازم را، یک زمینه یابی لازم را به سوی رسانه ها و اقشار مختلف نیاز داره. هنوز هم دیدگاه باوری است که نسل جوان ما نسلی نیست که در او بر توانمندی از او ما حساب بکنیم و بر قدرت تفکر از او، بر نوآوری از او سرمایه گذاری بکنیم و او را در پستای کلیدی و در خود سیاست جامعه و در دولت و حکومت به اصطلاح نقش بدیم. هنوز یک باور و یک تلقی نادرست در خصوص جوانان وجود داره که من فکر میکنم یک آگاهی دهی لازم، یک کار رسانه‌ای و تبلیغاتی و ذهنیت دهی ما نیاز داریم. یعنی فکر به بعید به نظر میرسه تا تصفیه دیدگاه و باورهای کلاسیک و قدیمی از سطح دولت صورت نگیره، ما در زمینه های و رتبه های بلند و رده های بلند کاری و دولتی اشتغال زایی را برای جوانان فراهم آورده بتانیم، همچنان رشد ترقی و تعالی جوانان میسر بسازیم. مشکل است، واقعا یک چالش کلان است، یک بحث جدی را نیاز داره. آیا وزارت اطلاعات و کلتور در این زمینه میتونه کار بکنه یا هنان اگر معینت جوانان هنوز وجود داره میتونه روی استراتژی های نو و پالیسی های نو کار بکنه، همسو با رسانه ها و تا ذهنیت در مردم ایجاد شود که ما نسل جوان باروری داریم، ما نسل جوان پرتلاش داریم، ما نسل جوانی داریم که میتونه در همه خصوص، خصوصا در بخش هایی که تکنولوژی در کار ما دخیل است و فراهم است نقش کلیدی و سازنده داشته باشد، در ارتقا و تعالی کشور نقش بسیار فزاینده و چشمگیر داشته باشد. امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان هم روی نقش جوانان در سطوح دولت، حداقل در سطوح میانی اگر در بالایی نمیتونه، یک وقع بگذاره، یک توجه بکنه و از جوان استفاده بکنه. جوان امروزی که شما فعلا در افغانستان وجود داره و هنوز متواری نشده، جوان دیروزی نیست، جوان 20 سال پیش نیست، این جوان آراسته با علم و فن است، فناوری ها را بلد است، تکنولوژی را بلد است، شیوه و راهکار مدیریت های نوین بلد است. به خوبی میشه ما از جوان امروز در تمام سطوح دولت، چی به سطح بالایی یا وسطی و یا رده هایی که مدیریتی هست استفاده بکنه و در واقع رشد تعالی کشور را هم را داشته باشه. ډیر مننه کوم. استاد دست ولکیش په افغانستان کې شاید دا کار خبره نه وي خو دست ولکی چې تر 15 شپېته سلنه دغه ټولنه ځوانان تشکیلوي، که چیرې دغه سی ټولنه لکه افغانستان مونږ فرض کو چې ځوانان پکې ډیر دي، که په دست ټولنو کې ځوانان ته مثال د کار زمینه برابر نه شي، ځوان له وړتیا څخه ګټه وانه خستل شي، یا ځوانان هم دغه سی بسرنوي شي پریښودل شي، ستاسو په اند راتلونکي کې به عواقب خطرناک نیوی؟ دقیقا کاملا عواقب خطرناک داره. یعنی سروی دموگرافیه که در 2014 انجام شد چیز حدود 65.7% مردم افغانستان نسل جوان تشکیل میده و این نسل جوان هم میارش اونمو از سن 17 حساب کردن تا 35 حساب کردن که در 2014، یعنی تا 2021 فکر نکنه مقدر تغییری در او آمده باشه. متاسفانه از این 65% یا 65.7% فعلا
دیدگاه و باور اکثریتشان به است که ما باید از کشور متواری شیم، کشور را ترک بکنیم، چرا زمینه کار در افغانستان وجود نداره، زمینه ادامه تحصیل وجود نداره. اگر در این دو بخش و امرار معیشت وجود نداره، امارت اسلامی دولت و دولت فعلی توجه نکنه، بذل مساعی نکنه، دقت نکنه و روی موارد خاص در این زمینه تمرکز نکنه، ما فکر میکنم باعث فرار نخبه ها و فرار مغز ها از افغانستان میشه و در آینده نزدیک باز هم ما در سطوح کاری دولتی و در اشتغال زایی، در درآمد زایی و در دراز مدت ما در خود میزان رشد سویه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود دچار خسران و صدمه و زیان خواهیم شد. دیر منکم. دی پانتون دی استاس پسیپت تاس پاقام زوانان تصده بگوست محل تاس ورتوائی لاری استاس. ما فقط یک مورد را میخواییم با جوانان امروزی شریک بسازم که فرار از کشور رای حل نیست و هنوزم شما امو باورها و دیدگاه های خود را داشته باشین و با اعتماد کامل، با توانمندی کامل باور داشته باشین بالاخره روزی فرا خواهد رسید که از مهارت های شما، از استعداد شما، از توانمندی های علمی و تخصصی شما استفاده خواهد شد. امیدوار هستم که در خود سیطره و دیدگاه و باور اسلام شما بتانین بر تمام مشکلات فائق بیان، یعنی ادامه تحصیل را فراموش نکنین، همچنان که تواضع در اجتماع را به فراموشی نسپارین، تواضع در خانواده و احترام به بزرگا و کوچکترا را به فراموشی نسپارین، ادامه تحصیل را و فراگیری دانش را همچنان به صورت پیگیرش و متداومش تعقیب بکنین، ادامه بتین تا در آینده هم آینده شغلی شما بهتر شود، هم در جامعه بتونید مستر خدمت آنچنانی که باید واقع شوید. دیر من نکم دپانتون استاس که اغلای دکتور محمد عارف نیمزد چیز مکسرم خبرانی که گرنون رو کرد و تاس تپچار که برای آقای تشکر. روز خوش برای شما.